در مورد آیان به جوری که پوست صورت بدون محاسن باشن. آقا عقل، عقلی که هست خوشبختانه پاشید عاقلانه با این پوفیزا برخورد کنید. این مزخرفات چیه میگید؟ بزنیدشون از بالا بکشیدشون پایین. ما هم کسی نیستیم که کنار گود نشسته بگیم لنگش کن. من خودم خردسال بودم، حدود 10 سال عمرم بود در مشهد امام رضا. ما کارمون محرم و سفر و همین محرم از اون که تموم شد این بود که میرفتیم این آخوندهای کله گنده، خیلی کله گنده، از شهرهای دیگه میومدن مشهد میرفتن منبر. به خدا قسم، به یزدان سوگند، باید سوگند بخورم تو توی ابله نادان بزدل ترسوی ناموست بدی، بچه ته بدی، خانواده ته بدی، میهن ته بدی، اونجا تمرگیدی زر اینا رو گوش میکنی تکون نمیخوری بفهمی. ما میرفتیم 3 تا 4 تا 5 تا بودیم پای منبر یه آخونده همون واداشو بالا صحبت میگه تا مزخرف میگه ما جوابش میدادیم، یکی از اون یکی از این ور جلساشون رو به هم میزدیم. یکیسی بود به نام افتخار سبزواری، یا یکیسی دیگه بود مثل همین کافی احمد، مشهور شده بود. این البته بگذاریم که مثلا احمد کافی خیلی زبر بود، او حتی ما رو خراب میکرد. مثلا ما نشستیم گفت این بچه رو مثلا در حرف میزنه چایش نخورده، چایی بهش بدید. همه گوسالا میخندیدن اونجا به ما. ما ولی بقیه ما میرفتیم به هم میزدیم مجلساتشون، تو مساجدشون میرفتیم. تو یه شخصیتی که الان هست خیلی هم شماها میشناسیدش و دوستش دارید و بعضی وقتا هم یه حرفایی میزنه جالبه، این میومد سال 1 ماه تو مشهد بود، یک خونه یک حاجی قرم دنگی بی میداد، این حاجی خونه رو بی در اختیار میذاشت با یک آبدارچی. این میومد اونجا، بعد 1 ماه صبح مثلا نمیدونم این چیز میداد، تفسیر قرآن میگفت. این آقا رو شما الان میشناسینش، آقای جوادی آملی، آملی جوادی، همین آقای جوادی، آخوند مشهور آیت الله عمومش سفیده. این مثلا فیلسوفه و تفسیر میگفت و اینا. ما رفتیم میرفتیم پای منبعش، 12 سالمون بود، خرابش میکردیم. یه بار که ما خرابش کردیم گفت آقا جان شما به اینجا بغل من بشین. ما رفتیم بغل چست، یعنی بغل پای منبع، گفت شما از جا تکون نخور، من به همه سوالای تو جواب میدم، ولی بذار با اینا صحبتمو بکنم بعد با تو میپردازم. ما هم قبول کردیم. تموم که شد چای آوردن نمیدونم فلان، صبونه میدادن از این مزخرفات، یا پاشد بره. گفتم حاجی آقا تو گفتی جواب مار میدی؟ گفت بیا. ما رفتیم با هم قدم زنان، این مثلا نمیدونم بازار سرشور خونش بود، این مجسمه مثلا رفته بود منبر پیاده رو. گفت تو چی میگی؟ گفتم من میگم این قیاس ابلیس، این ابلیس میاد به این اللهه توی قرآنه میگه که آقا من از آتشم منو آفریدی، برتری دارم به این لجنی که میگی از لجن آفریدی آدمو. من آتشم، آتش نمیتونه لجن رو سجده کنه، من سجده نمی کنم و خودم بهش امکان میدی. الله، الله بهش میگه آقا باشه تو برو تا بازادی که حتی بندگان من فلان کنیم. خب یعنی چی؟ گفتم این حرفش درسته، عقلیه. گفتم یه ابلیس عاقلانه داره حرف میزنه، میگه آتش که لجن رو نمیتونه. و بعد میگه من آتشم، تو میگه برم در آتش جهنم بسوزم. خب آتش در آتش که چیز نمیشه. یه نگاهی همجور داشت را میرفت به ما کرد. بعد 2 تا 3 تا بچه طلبا و دنپومال ما میومدن اینا، برگشت بینه یک نگاهی که گفت خب چی میخواین شما؟ گفتم هیچ چا خب چا بگم شید. اونا رفتن، با ما قدم زد. گفت خب دیگه چی داری سوال میکنی؟ گفتم همه رو تو جواب بده تا بریم به سوال بعدی. رسیدیم اون خونش، گفت ببریم تو. گفتم خواهر مادر میخواد ما رو بره تو خونش اینا. گفتم حاج آقا همینجا جواب. یا یه پسر دیگه بود، این محمود قفاریان بود مثل یعنی هم هست، نمیدونم چی کار شد، پیر شده دیگه. اون یهو اونجا بود، گفت بیا تو هم بیا با هم بریم تو. فهمید یعنی ما تنها باش تو خونه. ما رفتیم اونجا و
بعد صحبت این گفت خب حالا منظور از این حرفا چیه؟ گفتم میخوای آخوند بشی؟ گفتم نه. گفتم میخوای آخوند بشی؟ چیکار میخوای بشی؟ گفتم هر چی بشم آخوند که نمیخوایم بشیم، ما آدم تو سوال میکنیم، میبینی لباس شخصی هم هستیم. یارو محمود که اونجا نشسته گفت برو چه بعد ببینم اون طرف تو چای بیاره. گفت بابا جان ببین این حرفایی که من میزنم برای بچه‌ای که از ده آمدن میخوان برن آخوند و ملا بشن، تو ذهنت خیلی بالاست و این حرفت هم درسته، جوابش هم من بهت بدم ندم. این جوابای داد ما باش بحث کردیم. آخرش گفت ببین این آخوندار من این بچه تلوار میبینی؟ گفت فاطمه آره. گفت من برای اینا صحبت کنم از ده اومدن این آرزوشون آخوند بشن، این حرفای تو رو اگه اونجا جلو اونا بزنی اول باید خصوصی من بگی اینجا خب جلو بزنی اینا بیدین میشن بی شغل میشن کسی کاتو میذارم اینا همه اونا که تو میگی درسته. اسمی قضیه از قیاس ابلیس، قیاس ابلیس رو ما فلاسفه هم تا الان نتونستیم جوابش در بیاریم دیگه. ولش کن برو تو درستو بخون. یک نگاهی من بهش کردم همون موقع ها گفتم عجب مردی که خودش میدونه که چرت و پرت داره میگه و داره اینا رو خر میکنه پس ادامه میده. حالا این مردمی که پای منبر میشینن قبل از هر کسی خود یارو میدونه که تو خری، تو خری، خریت تو رو داره در این نگه میداره. حالا شما بشینید همین پا منبر نشستن ها و زر نزدن ها و اعتراض نکردن ها که میان نوامیس شما فرض اون نیکا و مهسا و حنانه و سارینا و و و و و و و و, و اینا فرزندان ایرانن بدبخت. اینها فرزندان هر ایرانی هستند، هر کس که هویت ایرانی تر اینا فرزندان اون هستند. سید محمد حسینی سیده ولی آزاده است، بزرگ مرد ایرانی است، رهنورد کرمی. هر روز من اسم اینا رو میگم، هر روز اسم اینا رو میارم به بیغیرتی شما که فراموش میکنید میبخشید. شما کیستید که ببخشید؟ کیستید که فراموش میکنید و میخواین فراموش کنید این ستم ها رو؟ الان شرایط حساسه، الان یه قدرت دیگه تو جهان رشد کرده و این قدرت رو اگر شماها نیاین انتقام خون فرزندانمون رو در این انقلاب لایک و خردگیر و اخیر بگیرید، این قدرت در جهان مقتدرتر میشه، روز به روز هم نسل‌های ما رو میکشه. برای این روزها سالها پیش مسجد گوهرشاده به توپ بستن، آزاده های ما رو اعدام کردن، انگلیس ها قحطی آوردن 9-10 میلیون کشتن. شما نمیدونی فراموش کردی؟ برو تاریخت بخون، برو تاریخت بخون. الان هم اینها براشون اولا که از نظر اسلامی که جان وطنی، دوم هم اینا تو مسلمون هم باشن و نباشن رو ولش کن، اینا نوکر روس و انگلیس هم. برای اونا کار میکنن، برای اونها کار میکنن، اینها مزدورن. آخوند رو تو زمان محمد رضا شاه 10 تومن بهش میدادی میبردیش یه جایی، اگه یکی مرده بود، اگه یارو جنایتکارم بود مرده بود کل ازش تعریف میکرد، 10 تومن رو بگیره، یه چلو کباب بخوره، یه جفت کفش براش بخری، همه چیزیشونو برای جفت کفش میدادن. همه اینه که خیلی برای یک کراوات گوینده تلویزیون رادیو میشینن اونجا میشینن و زر زیادی میزنن به گناه مختلفی رژیم نگه میدارن. این رژیم خودش که نیست، چارتا مولای شپشو مارکسیست های بزرگ جهان که با روسیه بودن اصلا حمایت میکنن، تئوریسین اینا هستن، اندیشمندان بزرگی که مال انگلیس بودن ولی لباس ایرانی، هویت ایرانی، اینا پشتی قضیه هستن، اینا حمایت میکنن. نمیان که به تو بگن که الان چین هم وارد شده و الان اینا دارن یه قدرت میشن تو دنیا. الان روسیه، جمهوری اسلامی، چین، اینها سه ضلع اصلی قدرت جدید جهانی دارن میشن. من دارم به شما واقعیت میگم، اینجا نمیخوام میشنم زر بزنم فوج خارمادر بدم و فلان بکنم، اینا میخوام دشمن تو بشناسی، دشمن نتوان حقیر رو خورد، یعنی کوچک شمرد. تو دشمن تو اینا الان کاری کردن که دلار تا
تا چند وقت دیگه اگه این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه و پوتین و چین و اینا کلی همپیمان دارن، الان عرب هم وارد کار خودشون کردن، عربستان سعودی هم با خودشون همراه کردن، الان عربستان اگر بیاد تو این کمپ، جدی هم بیاد تو این کمپ، پول اصلی جهان رو عربستان داده، امید اکثر بانکای جهان بر اساس پول عربستان کار میکنن، دلار از بین میره. وقتی دلار رو از بین ببرن اینها، قدرت میشن که دیگه شما نمیتونید بندن زیرشون. الان موقعیت بسیار خوبیه، به کسی هم نباید اعتماد کنید. همه قدرت های جهان منافع ملی خودشونو میخوان، منافع تو رو هیچکی نمیخواد غیر از خودت، همون بچت، همون فرزندت، همون نیکای عزیزم که میره روسریش رو آتش میزنه. این پیرنی که پوشیده روسریش آتش میزنه، خالش آتش شاکرمی قاب گرفته تو خونش، پیرن نیکا شاکرمی، آتش خاله هنرمند نیکاست که نیکا در خانه خاله است که آزاده و امکان داره که هر کاری رو بکنه، فعالیت های هنریشو بکنه. از 10 سالگی هنرمنده، از 10 سالگی زیباترین رقص ها رو میکنه، هنرمند بچه. این هنرمند های ما رو زدن کشتن، بی غیرت ها. ای مردم تازی پرست ستم پذیر، شما اصلی ترین قاتل های فرزندان ما هستید. از قادسیه، اون شعری که از فردوسی خوندم که نامه رستم فرخزاد بود به برادرش، میگه ایرانیان زار و گریان شدم، میگه برای ایرانیان ولی از دست ایران. زار و گریان میشه فرمانده سپاه مقتدر ایران، اما ایرانی ول میکنن، شما ها ول میکنین، مگه سردارای ما ول میکنن، مگه دختران سلحشور ما ول میکنن، این دختران آزاده آریایی مگه راها میکنن؟ اینی رو که به دست آوردن از دست نمیدن، شما باید از اینا پشتیبانی کنید. اینا دارن طرح برنامه جدید میزنن که این لچک تازی رو، لچک صحراگردی رو، لچک پوشش از گرد و غبار صحرا رو دوباره به زور سر زنای ما بکنن و نذارن جاهای وارد بشن. اما این بار این بچه های ما اینا رو میزنن لطه پار میکنن. بچه ها بزنید.